پایگاه اطلاع رسانی مجتمع قضایی امور اقتصادی کیفرخواست و حکم قطعی تعدادی از پرونده های افرادی را که از آنها به عنوان مفسدان اقتصادی نام برده منتشر ساخت. بر اساس این گزارش پرونده برخی از این افراد شامل کلاهبرداری از بانک، اخذ غیرقانونی مبالغ هنگفت از چندین بانک، اخذ رشوه و تحصیل مال نامشروع. همزمان در عنوان اصلی صفحه اول روزنامه جام جم روز پنجشنبه می‌خوانیم سارقان مسلح از این پس اعدام می‌شوند. در همین حال بعد از ظهر روز چهارشنبه سعید مرتضوی رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق و ارز اظهار داشت بر اساس مصوبه اخیر هیئت دولت ستاد مرکزی مکلف شده است ظرف 3 ماه لایحه جامع مبارزه با قاچاق کالا را تدوین و به هیئت دولت ارائه کنند. با این وجود علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی طی سخنانی در اختتامیه همایش همت مضاعف کار مضاعف ارتقای سلامت نظام اداری با بیان اینکه امیدی به مبارزه با فساد ندارم گفت نباید با مقوله فساد و مبارزه با آن شعاری برخورد کرد که جنبه احساسی داشته باشد، بلکه به گفته رئیس قوه مقننه باید با فساد جدی و مستمر مبارزه کرد. سخنان آقای لاریجانی در حالی بیان می شود که تازه ترین گزارش در زمینه قاچاق که وسیله پایگاه خبری تحلیلی فرارو بعد از ظهر روز پنجشنبه انتشار یافته است از شدت گرفتن قاچاق ارز در 1 ماه گذشته سخن میگوید. افشار فروتن لاریجانی رئیس انجمن صنفی تلفن همراه کشور نیز در گفتگو با خبرگزاری ایلنا با بیان اینکه تعرفه واردات تلفن همراه در حال حاضر 25% است گفت 95% از گوشی های موجود در بازار تلفن همراه کشور از طریق قاچاق وارد بازار شدند. در چنین اوضاع و احوالی در تیتر اصلی صفحه اول روزنامه اقتصاد پویا روز پنجشنبه می‌خوانیم توزیع کالاهای صنعتی فاقد استاندارد در حکم کالای قاچاق است. وفا آذربهاری، صدای آمریکا.